در خونشو میزنیم، میگن این زن ارمنی دستش رو برد بالا، گفت یا علی اصغر حسین من که نمیشناسم ولی من یه اولاد دارم، اولاد من 10 سال نتونست راه بره، اگه شما شفاش بدی یه خط اول فضلی ها تا تاسوعا باید اینجا صدا نالد با یه جمله پر بشه. آماده ایم؟ گفت اگه آقای شما که دارید میگید من نمیشناسمش، اگه بچه منو تا سالی دیگه همچی موقعی شب هفتم شفا بده، هر سال تمام این شهر رو من شیر میدم به مردم. مداح بلند شد گفت حالا چرا شیر؟ گفت مگه تو نگفتی مادرش شیرش خوش شده بود؟ اگه نگفتی شیر نداشت؟ من همه شهر رو شیر میدم، نزلم و کردم و رفتم. گفت فردا شب، شب هشتم اومدم دم کنسولگری، یه وقت دیدم از این گاری های که شیر روش میفروشن همینجور به صف ایستاده، همه دارن روزه میخونن. گفت دیدم این زنه اومده وسط کنسولگری، هی میگه گفتن بابل هوائجی ولی نگفتن به این زودی دستم رو میگیری، ولی نگفتن همچی دکتری شما دارید، یه دکتر شیرخواره، یه دکتر شیشماهه. روزه خوندن ندارم، کاش که یکی میومد روزه رو میخونم با تو گریه میکردم. تا منو دید پاشو شو عجب دکتری به معرفی کردی. گفت تا وارد خونه شدم، تا در رو کردم دیدم این بچه یه فشتاله پاشده، مادر جات خالی بود. بسم الله. گفت یه آقایی تو تمثال شبیه صورت عیسی ابن مریم اومده بود، نگاش میکردی دلتو میبرد. گفت اومد گفت پاشو، گفتم نمیتونم. یه نگاه کرد گفت من بهت میگم پاشو آقا نمیتونم. یه دست به پام کشید پاشو، گفتم آقا نمیتونم. دکترها گفتن نمیتونی. گفت بسم الله، دستای مرخص. گفت آره دکترها گفتن پا نشو، حسین میگه پاشو. آقا رونت آجا هنو برای مختل نخوندم. گفت تا میخواست بره، گفتم آقا جان نشناختمه، اگه مادرم اومد اصل تو نصب تو به من یه نگاه کرد. گفت سلام منو به مادرت برسون، بگو نظرت قبول. گفت یه نگاهی به من کرد، گفت به مادرت بگو نظرت قبوله، ولی بهشم بگو علی اصغرم پا نداش بیاد، علی اصغرم شیر خوره.